عاشقی کن تا ببینی نازنین آسمان را از کبوتر نقطه چی. دریچه رو باز کنی آسمان رو پر کبوتر خواهید دید. عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت آفریدگار ایران. آقای امیر درخشان برنامه هدایت فنی میکنه، ممنونم از اون. در چند هفته اخیر چندی گفتگو داشتیم با آقای علی پورتاش، بازیگر، معلم، آموزگار، یک پدر خوب و از همه مهمتر یک انسان شریف. خب درباره بازیگری با هم صحبت کردیم، خاطراتش رو گفت از گذشتش تو شروع کرده، از قانون پرورش فکری کودکان، پارتی هم نداشته، کسی هم پشت سرش نبوده، ولی کارش به اونجا هم میرسه که دیگه آقای عباس کیارستمی، فیلمساز سرشناس ما، هم کارهای او رو خیلی زیر نظر میگیره و براش خیلی جالبه جوانی آمده یا نوجوانی و این همه استعداد. هفته گذشته خبر دار شدیم که متاسفانه مادر علی درگذشت. بحث ما رسید به کجا؟ رسید به مدارس در آمریکا، بحث اسلحه در مدارس، مواد مخدر، آزاد شدن یکی از به اصطلاح ماده های تخدیری و محرک، یعنی همین گراس چی؟ ماریجوانا در کلورادو، که این به نظرم یه تسته، به نظر میرسه این قانون سراسری خواهد شد، یعنی استفاده از ماریجوانا به دلایل پزشکی و طبی در آمریکا آزاد میشه. خب خود این بحث و جنجال های زیاد برانگیخته. فکر کنید با یه معلم، در کنار این معلم یه روانشناس که کارش در مدارس آمریکاست، یعنی خانم آقای پورتاش، بپرسیم که نظرشون چیه. رسیدیم به چی؟ رسیدیم به حزب دموکرات و دموکرات بنشی در این مملکت، و تا اونجا رسیدیم که بنده خدمتشون گفتم تیم اوباما وقتی ایشون می‌خواست به کاخ سفید بره، تصمیم گرفتن که برن روی پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های یهودی در ایالت فلوریدا کار بکنن. فکر کردن به هیچ ترتیبی نمیتونن پدر بزرگ‌ها، مادر بزرگ‌های یهودی رو، سالمندان یهودی رو وادار کنن که بیان به اوباما رای بدن، یه رنگی پوسته و از یه پدر مسلمان. خب گفتن چه کار کنیم؟ گفتن بریم روی نوه‌ها کار کنیم. این بچه‌ها که وقتی میرن خونه از پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها بخوان که بیایید و برید به اوباما کمک بکنید، رسید به کاخ سفید. و این نظریه موفق شد، یعنی اینا از طریق نوه‌ها توانستن اثرگذار بشن روی طرز تفکر سالمندان یهودی. به علی گفتم با این علی پورتاژ عزیز، شما با این طرز تفکری که داری که اینقدر هم نگاه آزادمنشی داری به همه مسائل و موضوعات اطراف، ظاهرا شما مخالف استفاده از بچه‌ها باشید برای اثرگذاری در نتایج رأی‌گیری. آقای پورتاژ درود بر شما، تا اینجا رسیدید. آره تا اینجا رسیدید. خب صحبت من سر این بود که به هر حال شما وقتی کاندیدا میشید میخواید هر جور که شده رای بگیرید، یعنی به هر دری میزنید که رای بگیرید. خب مسلما نباید ایلیگال ناحق قانونی باشه. آره خب اینم قانونی، اینم غیر قانونی که نبوده، به بچه‌ها گفتن غیر قانونی نبود. نبوده. خب نه میخوام از دید اخلاقی، از دید اخلاقی به نظر من درسته. الان بهتون میگم چرا. شما دارین راجبه یهودیای بازنشسته یا سالمندی صحبت میکنید که بسیار در فلوریدا، در فلوریدا بسیار پول دارن. پول دارا در جنرال معمولا، من نمیدونم پول دارن یا نه، معمولا پول دارن، معمولا کسایی که از نیویورک، اینا بیشترشون نیویورک زندگی میکنن، مهاجرت میکنن، مهاجرت میکنن اونجا به خاطر آب و هوا. آب و هوا آره شرجی. اینا معمولا پول دارا ریپابلیکنن و به ریپابلیکنا رأی میدن چون نمیخوان تکس بدن. پول دارا رو دارم صحبت میکنم. بچه‌هایی که رفتن پدر مادرای ریپابلیکن پول دارشون گفتن بیایید رأی بدید، به خاطر این نبوده که این سیاپوسه یا مسلمونه، برای که اون زیاد مطرح نبوده. مطرح بیشتر سر اینه که ما نمیخوایم به دموکرات و سوشیالیست و تکس بدیم، ما میخواییم الان میگم بیشتر افرادی که من به عنوان معلم میشناسم که باید اتفاقا دموکرات باشن، یهودیایی که من میشناسم اتفاقا ریپابلیک هستن، چون این از یه خانواده هایی میان که بیزنسمنن و اینا دوست ندارن که به اصطلاح ولی اونا 25 درصدن، اکثریت 75 درصد، ولی توی فلوریدا بچه های اونا معمولا اگه یادتون باشه جوونا به اوباما رای دادن.
روشنفکرها به اوباما رأی دادن و سالمند و معلم‌ها. این بچه‌ها خب میرن به خانواده‌های سالمندشون میگن که این دفعه دیگه بیاین به ایشون رأی بدیم. ببینید به نظر من کاری بدی نکرده. من درسته که اوبامایی هستم، درسته که اینم بهتون میگم خیلی مثلا نیست که من اوبامایی هستم، من باید حرفم برگردونم، من دموکراتم، من به حزب دموکرات هر سال از زمان 84 دارم رأی میدم. یعنی اصلا نمیتونم تصور بکنم که به ریپابلیکن رأی بدم، اصلا نمیتونم تصور بکنم. مثل اینکه به من بگید نمیدونم رژ لب بزن، یعنی چی؟ مثلا چه رپ؟ اصلا نمیتونم خودم رو ببینم، برای اینکه دموکرات ها چون به قانون میگم کانستیتوشن این مملکت انقدر معتقد هستم، من معتقدم که دولت باید کمک کنه به مردم، باید کمک کنه. درست. ریپابلیکا میگن دولت حق نداره اصلا دخالت بکنه. وقتی دولت کمک نکنه و دخالت نکنه، وقتی ریپابلیکن ها میان پولدارا پولدارتر میشن، فقیرا فقیرتر میشن. اون چیز کار دولت به این مدیریت نیست. خب استدلال جمهوری خواه مثلا محافظه‌کارهای جمهوری خواه اینه که باید دولت رو کوچیک نگه داشت. برای چی؟ خب وقتی شما تصمیم میگیرید که حالا کمک کننده و یاری رساننده هم باشید، باید بزرگ شید و باید باد بخورید. آخه این مملکت کوبا که نیست. بچه‌ش همین میشه. ببینید نه، اگر آمریکا مثل کوبا بود، اگر آمریکا مثل روسیه بود، اگر مثل ایران بود که دولت‌های دیکتاتورشیپ داشت، منم موافقم که نباید دولت دخالت بکنه و اینا. آره، ولی وقتی که دولت آمریکا باید به قانون کانستیتوشن گوش کنه، سوپریم کورتی هست که اصلا اجازه نمیده که دولت آمریکا پاورفول بشه، اصلا اجازه نمیده. پس این دولت باید نگاه کنه به وضع مردمش، باید نگاه کنه چی احتیاج دارین از لحاظ بیمه، شما چی احتیاج دارین از لحاظ کار، از لحاظ پیدا کردن کار. الان اگه تو اجازه آخرین نظرسنجی پور گالوپ رو نگاه بکنی، از مردم سوال شده بزرگترین مشکل در آمریکا چیه؟ 21%، یعنی بیشترین کسانی که این نقطه نظر رو انتخاب کردن، معتقدن که پور لیدرشپ، رهبری فقیر در آمریکا، این بزرگترین مشکل آمریکاست. البته مسائل بعدی مثل اقتصاد، جاب دیگه، اشتغال به اصطلاح، بعد بیمه های درمانی، اینا در مرحله بعد قرار گرفت. یعنی الان اکثریت معتقدن که این رهبری فقیره که بزرگترین مشکل شده. در نظر چیه؟ نظر من اینه که اگر شما واقعا خوب مطالعه کنید و گذشته رو خیلی صادقانه نگاه کنید، ببینید که اوباما چه ارثی برده از بوش، از دولت بوش، ولی این ارث ما میدونیم که برده، یک ارث بسیار بدی بوده، ولی چون خیلی قولا داده، همه به یک حالت پیغمبری بهش نگاه کردن. من نمواسم خب قول زیاد فکر میکنی خودش وعده های زیادی که آدم اون دیگه متاسفانه بازی سیاستمداراست که هی دارن قول میدن. ولی باز من ترجیح میدم که یک دموکرات بیاد روی کار، با وجود اینکه ارث بسیار بدی، ببینید بدهکاری بدی از زمان جنگ عراق شروع شد. خیلی خوب، پس این یک ارث بدیه که این رئیس جمهور از اون قبلیه برده. که ببین شما وقتی که دیگه اعلام میکنی میخواد بیاد وسط و مشکلات حل و فصل بکنی، دیگه دائما هم توی گذشته رو بهانه میگیرید. یا شما قادرید که روی کمبودهای و نارسایی‌هایی که از گذشته برجاست، یا میراث‌های بدش یک جوری از پس اینها بر بیاد یا نمیاد. اگه از پسش بر نمیاد بهتر خودتون رو کاندید در خب نمیاد. اگر از پسش اعلام میکنید که از پسش بر میاد و قادرید که به شکلی قضایا رو مدیریت بکنید که این نارسی‌ها یا برطرف بشه، دیگه هیچ بهانه‌ای نباید داشته باشید. نه، به نظر من اگر شما خوب نگاه کنید، این ترم دوم ایشونه. اگر اینقدر واقعا مردم دارن شکایت میکنن، بچه ترم دوم باز دوباره به ایشون رأی دادن، پس حتما الان من بهش... دارم. خب الان آخرین نتایج درباره تایید سیاست‌های پرزیدنت اوباما 40%. امروز دوشنبه است دیگه، روز جمعه بود 53-39، یعنی 39% سیاست‌های ایشون رو تایید می‌کردن، 53% رد می‌کردن. امروز نگاه کردم دوشنبه 40-52، یعنی 40% تایید می‌کنن، 52% رد. خیلی خب، ما قبول میکنیم که اگر واقعیت داره که شما دارین میگین، پس یک در واقعیت هم میتونید الان نه خب پس یه محبوب نیست. الان فرض میگیم الان به در نه من نمیگم محبوب یا محبوب نیست، من میگم که مشکل در کجاست. خود شما چی فکر مشکل میکنی؟ من به نظر من یکی هواداران حزب دموکرات، من به نظر من به خاطر قرض و قوله‌ای که این دولت از قبل داشته،
نباید به اندازه این قرض و قوله‌ای که از بوش به ارث برده اینقدر قولای پیغمبرانه میداد. پس بوش باید دار زد. نباید دار زد، ولی به هر حال واقعیت اینه که هر چیز یه ریشه‌ای داره دیگه. هر مریضی یه ریشه داره. شما وقتی که میگین من میخوام درمان کنم اینا، باید ببینیم ریشه چی بوده. حالا یه دکتری میاد میگه شما اصلا نگران نباشید، من درمانش میکنم، نتونسته. ولی واقعیت اینجاست اینه که ریشه خیلی قوی تر از این حرفا بوده. به نظر من اوباما نبایستی مثل یه پیغمبر باهاش رفتار میشد، باید مثل یه سیاستمدار باهاش رفتار میشد. باید چی واقعا مثل پیغمبر باهاش رفتار کرد؟ هوادارانش دیگه، هوادارانی که انقدر از دست جنگ و بوش عصبانی آسی بودن. آره ببینید، شما انقدر آسی هستید، انقدر آسی هستید که میاد یه نفر دیگر زیادی گنده ممکنه بکنید. اوباما به نظر من زیادی گنده شده، ولی باز با این حال به نظر من بودن اوباما بهتر از این بود که رامنی میومد. ببینید رامنی اگر میومد یک جورایی باز همون بوش رو دنبال میکرد. ببینید الان ما میخواییم از افغانستان بیاییم بیرون، الان عراق هنوز مسئله است. من نمیگم اون جنگ ها نبایستی وجود داشته باشه یا باید وجود داشته، ولی به هر حال اگر دولت ریپابلیک بود بعید نبود با ایران جنگ بکنه، هیچ بعید نبود. این شک رو من دارم. خب بذار اصلا سال دیگه بکنم. شما به عنوان یکی از هواداران دموکرات راجع به کارنامه کارتر و انقلاب اسلامی در ایران چیه؟ نظرتون چیه؟ به نظر من کارتر هم جز همون چهره های توجیه پذیر حزب دموکراتی که دوستش هر کاری کرده درسته. نه نه من دوستش نداری؟ نه نه من دوستش چرا دوستش ندارم؟ من کارتر رو دوستش ندارم. نه ببینید حزب دموکرات سراپا حس نیست، ممکنه معایبی هم داشته باشه. من هیچ وقت به شخص رأی نمیدم، من به پارتیم رأی میدم. حالا میتونه جیمی کارتر بیاد یا میتونه اوباما میاد، یعنی طرز فکر رو من رأی میدم. حالا خب جیمی کارتر که کاندیدای حزب جمهوری‌خواه که نبوده، دموکرات ها اون رو انتخاب کردن. درسته، ما برمیگردیم به طرف باز به چیزی که من متنفرم راجع به امریکا و اونم سیاست خارجیشه. بدت میاد از سیاست؟ من چه دموکرات باشه چه جمهوری فرق نمیکنه، هیچ فرقی نداره. رو کجا انگوش میگذاری؟ کجا ایرادت؟ خب اگه بریم عقبتر، من روی ایران، رو ویتنام اول انگوش میزنم که اگه خوب مطالعه کنیم ببینیم که چقدر غلط بوده. خب از یه طرف 100% روی ایران با شاه اینا نواسی اون رفتار میکردن، بایست پشتشو میگرفتن، بایستی پشتشو میگرفتن. حزب دموکرات کجا بوده اون زمان که کارت این سیاست رو اتخاذ کرد؟ خب ببینید اینجور که من میخونم و میشنوم، نمیگم بهش معتقدم، چیزی که میشنوم اینه که دیگه آمریکا فکر کرده بود که از دست رفته، مردم ریختن توی خیابونا، پیش خودشون فکر کردن که این خیلی غلطه به نظر من، پیش خودشون فکر کردن خب بیام حالا ما سبک سنگین کنیم، حالا اگه شاه نباشه چی، میتونیم با ملاها کنار بیاییم؟ نه این واقعیت نداره. خیلی خب برای اینکه ببین درست موقعی که کارتر میاد به ایران و جامش رو به سلامتی شاه بلند میکنه، شاه رو ستایش میکنه، میز ایران در وزارت خارجه سرگرم توطئه علیه شاه بود. بله به ریاست آقای پرخت. خب این سیاست، متاسفانه این سیاست خارجی آمریکاست. خب که خودشون نشون داده، نه فقط به من و شما که اینجا نشستیم، به تمام دنیا نشون داده که قابل اعتماد نیست. نیست حتی دموکرات ها سر کار باشن، فرق نمی کنه. سیاست خارجی آمریکا فکر میکنم دست دموکرات ها و ریپابلیکن ها نیست، دست کیه؟ من به نظر من دست افراد بسیار گردن کلفته، آدمایی هستن که بیشتر ارتشی فکر میکنن، بیشتر یعنی سیایه اینا، یعنی یه تیم مخفی زیرزمینی. نه مخفی زیرزمینی نه اصلا مخفی زیرزمینی نیست. اینا افرادی هستن که میگن خیلی راحت برمیگردن به رئیس جمهور میگن ما وارد تریم، شما وارد نیستین. راجبه شما پاپولاریتون از داخل بر دلیلی که شما رئیس جمهور شدی به خاطر پاپولاریتون داخل امریکاست، خارج از امریکا رو باید بسپارین دست. خب اینا قوتشون از چی میگیرن جز از قانون اساسی؟ از قانون اساسی نمیتونم بگم، اصلا قانون اساسی نداره. اینا قدرتشون رو از اون مسئله جغرافیایی چی به نفع ما تموم میشه میگیرن، یعنی منافع آمریکا. منافع ملی آمریکا. بله منافع، متاسفانه یا حالا هر جوری که میخواین نگاه کنین، متاسفانه سیاست خارجی فقط اولین هدفش در صدر منافع ما اینجا کجاست. خب این که بد نیست که، امنیت ملی چی؟
خب امنیت داخلی من شما دارید. بله. امنیت داخلی که خب اینا دارن به هر حال زمان بوش که میگفتن که همه رو چک کنید، زمان اوباما هم که الان یه اشکالی پیش اومده که باش مخالفم، این ایز دراپینگ و جاسوسیه که دارن میکنن از طریق اینترنت، اینا که خب خیلی بده، اینا بده. اینا من اینا در چه دوره اتفاق در دوره بوش کنار بوده که در دوره بوش این نه این مثلا این همین ماجرای جاسوسی جاسوسی که کار به الان اختلاف بین آلمان و آمریکا هم کشیدی که خیلی هم زشت داره. خیلی بد داره. چون آلمان بالاخره متحد شماره یک آمریکاست در منطقه و خیلی برخورد به، یعنی من هر روز تقریبا دارم الان نشریات آلمان رو نگاه میکنم، هم به دولت برخورد به مردم. یعنی جوری اینها با واقعی روبرو شدن که اصلا در ذهنشون هم نمی‌گنجیده. که تو مثلا تلفن‌های شخصی صدر اعظم یک مملکت خیلی بده. خب شکی درش نیست، ولی یه چیزی رو فرمودن اینا مسئول بده. مسئول کیه؟ مسئول مسلمه شما اولین مسئولی که کسی که صورتش رو می‌بینین میگین مسئول، مثلا اوباما رو می‌بینی میگین مسئول، ولی واقعیتش اینجاست که سیاست خارجی آمریکا دست فقط اوباما نیست. افراد کارکشته‌ای هستن که سال‌ها دارن روی این قضیه کار می‌کنن که اوباما هیچ مسئولیت داره ولی هیچ تجربه ای نداره. پس این آدم های گردن کلفت میشینن با این آدم صحبت میکنن که فکر نکن. خب پس تجربه خیلی مهمه. خب بنابراین وقتی شما رأی میدید به آدمی که فرض کنید تجربه نداره، خب به نظر من شما که مقصر شماره یک شما هستی. خب نه، یعنی گناهکار شما. آره، خب آره، ولی خب من اگه بیام فرض بگیریم به رامنی رأی میدادم، حالا که داریم راجع به دو نفر صحبت میکنیم، زمان رامنی و چیز بود دیگه، حالا چه رامنی، نه من کاری به رامنی نه دارم. من دارم اوباما و رامنی با هم دیگه چون کاندید شده بودن، چون با هم دیگه کاندید شده بودن دور دوم با هم دیگه. حالا فرض بگیر من به اوباما رای ندادم، فرض کنیم من به رامنی رای دادم، فکر می‌کنی همون تجربه رو، خیلی تجربهش قوی تر از اوباما در مورد مسائل خارجی؟ نه قطعا اون که نیستش. پس همین دیگه، چه فرقی می‌کنه؟ می‌خوام بگم که وقتی تجربه اهمیت داره، شما که رای دهنده هستید اگر کسی رو انتخاب کردی که آخه من آب پاکی رو دست خودم کشیدم ریختم. میدونم که وقتی من دارم رای میدم، مثلا فرض بگیریم به پارتیم، میدونم که میدونم اینو، من باور دارم که برای پارتی من و ریپابلیکن ها در این مورد به خصوص هیچ فرقی نداره سیاست خارجی، اینا به منافع خودشون فکر میکنن. من اصلا دیگه نمیتونم به سیاست خارجی فکر کنم. ببینم شما این حرفا رو میتونید سر کلاسم بزنید اگر سوال بشه. آره همین حرفا رو که با هم زدی. آره آره، اگه سوال بشه سوال جواب بشه. آره اینجاست که آدم به حیرت میاد از زندگی در آمریکا. واقعا آزادی که میگن به مفهوم واقعی کلمه. شکی نگاه کنید، من ایشون نشستیم، چون من در خیلی از کشورهای دنیا بودم، میدونم مثلا حتی ما یه روزی روزگاری میخواستیم به رادیو تلفنی، تلفنی شما زنگ بزنید از طریق تلفن خبر گوش کنید، در یکی از کشورهای اروپایی یا نمیگم کجا، کلی مشکل امنیتی پیدا کردیم. یعنی به اونا اصلا با قضیه رو به طور یعنی براش غیر قابل هضم بود که اینجا شما تلویزیون میزنید رو دوربین میره رو ماهواره دنیا پخش میشه، نه کسی این پرسه که به اجازه کی این کار کردی، نه جواز میخواد، نه کسی میاد بر شما بر کار شما نظارت کنه، نه هیئت ممیزی و سانسور وجود داره. این فقط مختصر من شما میتونیم الان اینجا بشینیم و بدترین حرفا راجع به اوباما میخوام ببینم و... سر کلاس میتونی شما سر کلاس اگر سوال جواب بشه. آره بشونی. آره اگر سوال جواب بشه. آره ببینید و بستگی به نوع کلاس داره دیگه. شما یه دفعه مثلا من قراره امروز ریاضی یاد بدم فرض بگیریم، یه دفعه من ریاضی رو میذارم کنار و شروع میکنم نظرامو راجع به مثلا اوباما گفتن. پرنسپوله که وارد میشه، مدیره که وارد میشه، نمیگه تو چرا داری از اوباما خوب میگی یا بد میگی، میگه چرا ریاضی تو درس نمیدی. پس بستگی داره. آره اون نمیاد دیگه. بازاست میاد میگه چرا با آره اون میاد میگه که تو قرار بود فرض بگیریم، برای همین نباید آدم معلم باید وجدان داشته باشه همه چیو فرق. من اگه قراره الان ریاضی یاد بدم، خب دیگه نمیتونم این ریاضی رو بذارم کنار جزء لسن پلن منه، من بیام نظرامو راجع به اوباما به این بچه‌ها تحمیل بکنم. اون نمیاد بگه من بعدم اومد که راجع به اوباما اینو گفتی یا خوشم اومد، اون میگه ریاضی چی شد. پس همینا بس چه کلاسیه که داری درس میدی. ولی اگر حق داری که حرف بزنی، آف کورس که حق داری، هممون حق داریم حرف بزنیم، حق داره تا وقتی که سوال جواب بشه. خب بچا میخوام ببینم سر کلاس مثلا حرفای سیاسی هم میزنن این بچهای من. میدونی که الان من کلاس 4 ام درس میدم، ولی زمان دبیرستان صحبت میکردم. آره صحبت میکردن، صحبت های انتقادآمیز، اعتراض. آره اعتراض. جوونا معمولا تینیجرا معمولا دولت رو دوست ندارن، معمولا اصولا اتوریتی رو دوست ندارن.
پلیس رو دوست ندارن، درست؟ پلیس رو دوست ندارن، معمولا کسی که اصلا ساب کارگر رو دوست ندارن، درسته. درسته. نمیدونم مدیر رو دوست ندارن، تو رو دوست ندارن به عنوان معلم، اگر یه خورده دیکتاتور بازی در بیاری یه خود دوست ندارن. برای همین باید با بچه‌ها به خصوص تینیجرها آدم باید خیلی نرم، خیلی نرم رفتار کنه، خیلی نرم صحبت بکنه، باید بفهم. اما در درجه اول درو سکون دلشون رو به دست بیاره. به عنوان معلم شما باید بدونید با کی طرفی، باید بدونید با تینیجرهای طرفی که خطر نزدیک شدن به چاپلوسی چی؟ اصلا نباید داشته. محله. نه اون فرق میکنه، نه چاپلوسی، نه چاپلوسی یه چیز دیگه است، فهمیدن و درک کردن یک آدم یه چیز دیگه است. یعنی شرایط روحی شاگرد رو باید بفهمی، متوجه بشی. اولا شما به عنوان یک پدر باید متوجه بشین که من اون موقع دبیرستان درس میدم خب پدر نبودم، یا اگرم بودم بچه‌م خیلی کوچیک بود، ولی الان که دو تا تینیجر دارم متوجه میشم که باید با تمام تینیجرها همون جوری صحبت بکنم که دارم با بچه های خودم صحبت میکنم، چون باید آروم باشون بفهمند، چون تینیجرها اینجوری هستند، تینیجرها گارد گرفتن بد جوری، نمیخوان گوش کنن، چون آتوریتی هستی، بزرگتر هستی، چیزی اصلا نمیفهمی، ما را اصلا نمیفهمی، اینجوری به قضیه نگاه میکنن. پس باید یه جوری نرم، نه چاپلوسی، اونم زبلن چاپلوسی هم میگیرن آخه. باید انقدر نرم و با منطق و با درکشون، با درک روحیه‌شون و طرز فکرشون باهاشون صحبت کنید که این گاردا بیاد پایین، که بتونیم با همدیگه صحبت بکنید. یکی از درسایی که من میدادم توی مدرسه که برای همین میگم کانستیتوشن آمریکا رو خیلی دوست دارم، دیبیت بود، مناظره بود، دیبیت فکر. آره خیلی مهم. تا وقتی که صحبت من بیشتر به عنوان یه قاضی که اونجا بودم، به عنوان یه میانجی، تا وقتی که شما احترام به همدیگه بذارید، لحنتون و لغتی که استفاده میکنید بی احترامی نشه، از خدا بود که با هم دیگه اتفاقا مخالف باشن. دلیل نداره که با هم دیگه موافق باشن. قشنگی مخالفت اینه که یاد میگیریم از هم دیگه. من درسته که نمیتونم تصور بکنم که ریپابلیکن هستم، ولی به خیلی از ریپابلیکن ها گوش میدم. حالا ممکنه موافقت نکنم، ولی میخوام بفهممتشون، میخوام بدونم که چی میگن. وقتی برخورد میکردی با شاگردانی که به طور سنتی خانواده اونها نسل در نسل جمهوری خواه بودن و حالا سر کلاس شما هم هستن، نشستن، خب خب اون بچه یه رعایت حالشون رو میکردی؟ رعایت همه رو. من هیچ وقت خودم به عنوان یک، من خودم با وقتی من میگم من بیشتر لیبرالم تا دموکرات، فرقشون اینه که من به عنوان یک لیبرال اجازه میدم که ریپابلیکن حرفشو بزنه. دموکرات آزادمنشیه. من بیشتر آزادمنشی میگم. آره میخوام حرفتو بزن ببینم، شاید حرفت درسته. خب بیشتر وقتا اگر درست نیست، آدم به هر حال درگیری لفظی نه، ولی بحث‌های قشنگی پیش میاد ازش. همین من و شما هم الان چندین بار متوجه شدیم که بعد، ولی در مورد اروپا می‌خواستم چیزی بگم. چیزی دارم جونم؟ آره در مورد اروپا که گفتین که اوباما داره گوش میده به حرفای اینا، آره بسیار کار بدی کرده اصلا این دولت، شکی درش نیست. ولی ببین چه همینا یه پرانتزی داره دیگه. پرانتزی که تنها پرانتزی که میتونم باز کنم، این اصلا برای دفاع از اوباما و دولت دموکراتی که آمریکانیش، که چون خودم دموکراتیکم، یک بی‌اعتمادی بین امریکا و اروپا الان پیش اومده که قبلا کمتر بوده. درسته. از زمانش بوش باز شروع شد، زمان حملهش به عراق شروع شد، یک بی‌اعتمادی از زمان رامسفلد باریکلا از اون موقع تا شروع شد. با وجودی که اروپا اوباما رو بیشتر دوست داره، میدونین که اروپایی ها بیشتر دموکرات ها رو دوست دارن تا ریپابلیکن، باز یک بی‌اعتمادی به امریکا پیدا کردن. امریکا هم اینو متوجه شده، یک بی‌اعتمادی به اروپا پیدا کرده و امریکا همیشه میخواد و داره سعیشو میکنه که ابرقدرت باشه، همیشه دنیا، همیشه. الان داره جنگ سرد دوباره یواش یواش داره بر میگرده، هم از طریق روسیه، هم حتی از خود آلمان. خود آلمان، ببینید این درسته که آلمان زمان هیتلر نیست، ولی همون بچه های همون هایی هستن که هنوز میخوان یک جورایی به یک قدرتی تو اروپا برسن. خیلی آلمان دوست داره قدرتمند بشه. نگاه نکنیم بدبینید به اروپا، به اروپا نه، به آلمان. به آلمان بدبینید، آمریکا بدبینه. آن برای همین داره گوش میده. اکثریت آلمان ها با آمریکا رو دوست دارن، همشون نه، ولی دولت ها فرق میکنن. ببینید وقتی راجع به مردم صحبت میکنید، ما هم همه آلمانی ها رو دوست داریم، همه اروپایی ها رو دوست داریم. دولت ها دارن یواش یواش
به همدیگه بی‌اعتمادی میکنن. دولت آمریکا بدبینه به دولت آلمان، نه به مردمش، به دولت آلمان بد، وگرنه این کارو نمی‌کرد. ولی سندی نداده، ولی این طرفی‌ها سند دادن. بعضی ماجرای لو رفتن جاسوسی رو تلفن‌ها، مثلا تلفن‌های خصوصی من. از اینکه اروپا از اینکه ببین اروپا از اینکه می‌بینه که یه آمریکایی ویسل بلوئر، ویسل بلوئر میدونن که زنگ چی میگن، ویسل بلوئر کسیه که یه چیزی رو متوجه میشه به تمام دنیا خبر میده. این الان اسنودن هست، این شخصی که الان داره. خب اینا رو اروپا اینا رو دوست داره. اروپا این افراد آمریکایی رو که پته دولتش رو به آب میکشه، ویسل بلوئر یعنی این که پته دولت رو به رو کشیدن، چی میگن؟ میندازه رو آب. رو آب دوست دارن و آمریکا دوست نداره اروپا رو برای این دوست داشتنش. الان قضیه الان اروپای اسنودن رو دوست دارن. بله خیلی دوست دارن. خیلی. خب قبول دارم. آمریکا هم اسنودن رو دوست نداره. نه ما همش اصلا دوستش نداریم. آخه خیلی غیر معقوله یه نفر حالا به نام آزادی مداری که برمی داره میدوزه طبعه این مملکت، بنا میشه پلو پوتین. با اون پرونده سیاه، یعنی یکی از رهبران دنیا که امروز واقعا نمیدونم حضورش آرامش و امنیت رو از دنیا سلب کرد. حضور پوتین، بالاخره دولت آقای پوتین در بسیاری از مسائل موجود در دنیا، به ویژه در آفریقای مرکزی، در شمال آفریقا، در خود سوریه، در نمیدونم در خیلی از مناطق دیگه مسئول و مقصر. خب شما فکر نمی‌کنید پس الان صحبت‌هایی که داریم راجع به سیاست خارجی می‌کنیم، فکر نمی‌کنید خود روسیه بدش الان روسیه یه زمانی روسیه و آمریکا اینجوری بودن دیگه، زمان 60 دیگه یادتون باشه اینطوری با هم دیگه ابرقدرت بودن. الان روسیه اومده پایین از لحاظ ابرقدرتی، آمریکا اینجاست. فکر نمی‌کنین روسیه بعدش نیاد که دوباره برگرده بیاد این قدرت رو پیدا بکنه یا آلمان توی اروپا؟ حالا متأسفانه همین خیز رو برداشته دیگه. برای همین آمریکا داره گوش میده دیگه. برای همین آمریکا داره جاسوسی می‌کنه. وگرنه جاسوسیش برای چیه؟ من نمی‌گم باید جاسوسی بکنه یا نکنه، ولی می‌فهمم چرا داره جاسوسی می‌کنه. چون یک نفرتی الان بین دولت‌های اروپایی، نه انگلستان. انگلستان همیشه یار و یاور آمریکا خواهد بود. این دوتا برادرانی هستن که از بین نخواهن رفت. ولی آلمان بین کشورهای اروپا کدوم کشور پتانسیل داره که ابرقدرت بشه؟ آلمان فقط میتونه. زبل زرنگ آمریکا هم دوست نداره. برای همین این مسئله ما پیدا میکنه. نمیدونم. این نظر من اطلاع ندارم. نظر آقای علی پورتاش عزیزه. خب آقای پورتاش، اگر کارتر رو یه جایی ببینی، یکی از همین جلسات حزبی اینا، چی بهش میگی؟ میگم as a democrat I am embarrassed that you are a democrat. ابراز شرمندگی میکنه. ابراز شرمندگی میکنه. به عنوان دموکرات. آره بهش میگم که با چنین شخصیتی. آره که I wish you had supported and helped the Shah rather than leaving him alone. The way you did. من از این نظر همیشه از کارتر آره. خب این خودش این رو توقع داشتن از دیگران نیست برای تعیین سرنوشت ما. چرا ما همش به دیگران وابسته ایم؟ چرا همش دیگران باید یک کاری برای ما انجام بدن؟ خب برای اینکه اینوالومنت درگیری برای ما میافته اونها رو ما قصر قلم داد. خب یه مقدارش ما چاره گناه ما که بیشتر از اونها بوده نیست؟ بله باید بس وقتی میگیم گناه ما، خب وقتی که شاه باید یا به دولت روسیه اعتماد کنه یا به آمریکا. خب شاه به آمریکا اعتماد کرده. تو اون زمان هم خب آخرای وقتش هم کارتر بوده. یک اعتمادی به این دولت آمریکا کرده، یک سپورتی میخواد، یک کمکی میخواد دیگه. اینو نتونسته بگیره ازش. نتونسته، کارتر بهش نداده. خب باز این سوال مطرح میشه که چرا باید ما اعتماد بکنیم؟ چرا ترازو نباید منافع ملی ما باشه؟ ما منافع ملی رو به عنوان ترازو وسط قرار بدیم، بقیه قضاهای حله. کاری که آمریکایی‌ها میکنن، روس‌ها میکنن، اروپایی‌ها میکنن، چرا ما فقط همیشه باید اعتماد بکنیم چشم بسته؟ خب زمان شاه که اینجوری بوده دیگه، همونطور که گفتم دو تا ابرقدرت بودن که اگر یادتون باشه برنامه گذشته گفتم زمان شاه دو تا ابرقدرت بودن که بقیه کشورهای دنیا مجبور بودن یا طرف اون برن یا طرف این. فانتزی اون آرزو همه ما اینه که مستقل باشیم، ولی هیچ کدوم از این کشورها نمیتونستن مستقل واقعا باشن، باید یا به طرف روسیه میرفتن یا به طرف که شما بعدن چین رو مطرح کردید، به طرف آمریکا. آره ولی چین هم حتی به طرف روسیه تشکر میکنه. رفتیم سر کلاس درس آقای
علی پورتاژ معلم آموزگار آشنا شدیم با طرز فکرش به عنوان یک دموکرات هم یعنانه و کسی که الان چند ساله معلمی میکنی؟ من الان دقیقا 30 ساله. 30 سال معلم. تشکر. مرسی. خدا بزرگ.